صلوات و درود و رحمت بیکران حضرت حق قدوس جلت عظمته بر حبیب او، خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او، و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود، عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر، حجت الدهر، امام الزمان، خلیفة الرحمن، شريك القرآن، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باد، خدمة بينندگان محترم شبكي مقدسي جهاني أهل بيت عليهم الصلاة والسلام، عرض سلام و احترام و تحيات دارم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امیدوارم که پروردگار عالم بر ما منت بگذارد و قلوب ما را پر از مهر امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و منور به نور ایمان به فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و ائمه هدات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بفرماید و پروردگار عالم ما را از بهترین مؤمنین به امام عصر علیه السلام و از بهترین دوستداران آن بزرگوار و از بهترین شائقین لقاء آن سرور عظیم الشان و از بهترین منتظرین آن بزرگوار در غیبت ایشان و از بهترین رعایات در دولت کریمه ایشان قرار بدهد. و پروردگار عالم قلب نازنین و مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و اولاد طاهرینشان سلام الله علیهم اجمعین را از ما شاد و راضی بفرماید. و پروردگار عالم ما را تا روز قیامت، ما را، اولاد ما را، برادران و خواهران ایمانی ما را و نسل آنها را تا روز قیامت بر منهج پیروی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و دوستی 12 امام و اطاعت از 12 امام و براءت و بیزاری از دشمنان 12 امام علیهم الصلاة و السلام دائم و استوار و پایدار نگه بدارد. و پروردگار عالم اموات ما را مغفرت بفرماید و ارواح آنها را غریق رحمت کند و قبور آنها را پر از روح و ریحان بهشتی، پر از گلهای بهشتی و پر از میوه ها و غذاها و شراب های لذیذ و خوشگوار بهشتی بفرماید. و پروردگار عالم اگر این برنامه ها ثوابی دارد، با قبور آنها از این برنامه ثواب برنامه زیاد و وافر برساند. و پروردگار عالم همگی ما را ان شاء الله در زمره شیعیان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام به شفاعت امیر المؤمنین علیه السلام از اهل جنت قرار بدهد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و السلام، یا محمود بحق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و یا عالی بحق علی امیر المؤمنین علیه السلام، و یا فاطر السماوات والارضین بحق سیدة نساء العالمین فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويا محسن بحق الإمام المجتبى الحسن بن علي صلوات الله عليهما وآلهما، ويا قديم الإحسان بحق الإمام الغريب الشهيد الحسين بن علي صلوات الله عليهما وآلهما، يا ربنا بحق هؤلاء الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگارا فرج ولیت حضرت ولی عصر علیه السلام را برسان، به ایشان اذن قیام و اذن اخذ انتقام عنایت بفرما. پروردگارا کافرین و منافقین و دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام را از دم تیغ آن سرور عظیم الشأن به جهنم واصل بفرما. شیعیان را با ظهور ایشان عزت و سرفرازی عنایت بفرما. پروردگارا قلب امیر المؤمنین علیه السلام را در این ایام ولادت آن مولود کعبه سلام الله علیه بسیار بسیار شادمان بفرما با اذن خروج حضرت ولی عصر علیه السلام. پروردگارا عجل لولیک الفرج، پروردگارا به ولیت به حجتت اذن قیام عنایت بفرما و به ایشان پیروزی کامل، پیروزی با هیبت، پیروزی با شوکت، پیروزی با سرعت عنایت بفرما. پروردگارا دشمنان ایشان را خار و ذلیل و مغلوب ایشان و مغلوب شیعیانشان بفرما. دشمنان حضرت ولی عصر علیه السلام را سیه روی در دنیا، سیه روی در آخرت و معذب به عذاب سرمدی بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم ما، دیروز خدمت شما به مناسبت 13 رجب که این ایام شریفه را خدمتش تک تک شما بسیار تبریک عرض میکنم و امیدوارم که پروردگار عالم به برکت این ایام شریفه خداوند متعال ایمان به امیر المؤمنین علیه السلام را در دلهای ما محکمتر و قویتر بگرداند و پروردگار عالم انشاءالله العزیز دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام را، چه آنهایی که در لباس سلفی ها هستند و چه آنهایی که در لباس دجالی ظاهر شده اند، اگر قابل هدایت هست هدایت بفرماید و اگر قابل هدایت نیست آنها را پروردگار عالم سیه روی دنیا و آخرت و شیعیان را از شر آنها محفوظ بفرماید. دوستان عزیز بیننده، به مناسبت این ایام خدمت شما ما بعضی از مناقب امیر المؤمنین علیه السلام را به عرض می رساندم و عرض کردم که مناقب امیر المؤمنین علیه السلام آنچنان است که عددن لا تتناها، از لحاظ عدد قابل شمارش نیست و پایان ناپذیر هست و از جانب و هر فضیلت در جای خودش آنچنان عظیم هست و آنچنان بزرگ هست و آنچنان عظمت دارد که عقل انسان متحیر میماند. از جمله فضائل امیر المؤمنین علیه السلام این است که خداوند متعال مداح او در آیه آیه قرآن کریم در سوره سوره قرآن کریم هست. 124,000 پیغمبر مؤمن به او، متوسل به او و در بلیات دنیا و آخرت پناه جوی به آن مشکل کشای زمین و آسمان دنیا و آخرت هستند و 124,000 پیغمبر مداح او و ثناخوان او. ملائکه مقرب پروردگار عالم حمله عرش جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، همه اینها بینندگان اسرائیل، همه اینها سناگو و مدیح خان مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام هستند. سکان السماوات و تمام ملائکه به حب امیر المؤمنین علیه السلام به خداوند متعال تقرب می جویند. مؤمنین همگی، اولیاء خدا همگی، اصفیاء خدا همگی، مقربین درگاه پروردگار عالم بلا استثناء، هر کسی به هر مقامی که رسیده صدقه سر امیر المؤمنین علیه السلام بوده به خاطر گدایی به درگاه سلطان نجف شاه خیبرگشا امیر المؤمنین علیه السلام بوده و او حلال مشکلات هست و او پناه مستمندان هست و او دادرس بی کسان هست، هم در دنیا و هم در آخرت و از برای همگی امیر المؤمنین علیه السلام پناه است و امیر المؤمنین علیه السلام فریاد رس هست
و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام که خدا مدیح خانه او هست، از جمله مدحهایی که خدا کرده برای امیر المؤمنین علیه السلام و حجت را بر اولین و آخرین تمام نموده، از جمله مدحهای بیشمار که هر مدح او آنچنین هست، این می باشد که خداوند متعال امیر المؤمنین علیه السلام را جان پیغمبر، روح پیغمبر، نفس پیغمبر، زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده در آیه مبارکه مباحله و انفسنا و انفسکم. بست کلام را مجال نیست و نمی توانیم اینجا کلام را مفصل مطرح بکنیم. انشاءالله بست کلام در جای دیگر. با تأسف خیلی زیاد، جماعت دجالیه که به لباس شیعه ظاهر شده اند و بزرگترین ضربات را به مذهب شیعه و تشیع و حوزه های علمیه شیعه و ایمان شیعیان وارد کرده اند، بینندگان محترم، اینها جواب دادن به شبهات اینها و ابطال اینها و ابطال مقاصد شوم و کثیف و نجس اینها چون خیلی لازم می باشد، ما در این ایام مجبور هستیم که به ابطال این جماعت بپردازیم و الا بست دادن و مفصل صحبت کردن پیرامون معرفت امیر المؤمنین علیه السلام شرط ایمان هست و باعث قوت و تقویت دین و اعتقاد و باور هست. خداوند متعال امیر المؤمنین علیه السلام را نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و انفسنا و انفسکم، جان شیرین حضرت سید الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم وصف نموده و او را مثل او، به منزله او، همانند او و او را نظیر او و شبیه او و مساوی او و مماثل او قرار داده. و بینندگان محترم، کسی که مماثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد به نص قرآن کریم، کسی که مساوی رسول کریم امین صادق مصدق صلی الله علیه و آله و سلم باشد به نص آیات قرآن کریم، کسی که شبیه حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله الاطیاب باشد به نص قرآن کریم، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالاجماع افضل خلائق هستند در تمام فضائل، امیر المؤمنین علیه السلام چون مانند ایشان هستند، مثل ایشان هستند، شبیه ایشان هستند، مساوی ایشان هستند، امیر المؤمنین علیه السلام افضلیت ایشان بر تمام خلائق اجمعین اکتعین ثابت می شود و این برهان خیلی واضح و روشن هست و به مجرد این که تأمل بکنید تصدیق به صدق آن حاصل می شود. و این که امیر المؤمنین علیه السلام نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، این تنها در قرآن کریم نیست، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث و روایات خیلی زیاد که خود جماعت زاله عمریه در کتب خودشان زیاد روایت کرده اند، این وصف را برای شاه خیبرگشا، برادر عزیز و به جان برابرشان امیر المؤمنین علیه السلام که امیر المؤمنین علیه السلام نفس من هستم. دیروز من آن حدیث شریف را از کتاب مصنف ابن ابی شیبه که از اجله محدثین و حمله آثار و اخبار فرقه ضاله عمریه هستند برای شما نشان دادم و استدلال از نص روایت به یک مقداری خدمت شما تقدیم گشت، اما بحث اسنادی آن ماند. این کتاب المصنف الاحادیث والآثار تألیف ابن ابی شیبه کوفی می باشد که در سال 1429 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده و این جزء سابع یعنی جزء هفتم این کتاب هست. در این کتاب دوستان عزیز بیننده در باب فضائل امیر المؤمنین علیه السلام
مکرر نه یک بار این حدیث آمده، فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. حدیث سیوم، حدثنا شريك عن عياش العامري عن عبد الله ابن شداد قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد أبي سرح من اليمن، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله ابن شداد گفت که بر رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم وفد أبي سرح از یمن وارد شدند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنها فرمودند لتقیمن الصلاة ولتؤتن الزکاة، نماز را به پا می دارید و زکات را ادا می کنید، ولتسمعن ولتطیعن، و حرف می شنوید و اطاعت می کنید. که اگر این کار را نکنید، اگر این کار را نکنید، اول ابعثن الیکم رجلا لنفسی، من یک مردی که خدا آن مرد را از برای من آفریده، او مرد هست، او صفت مردانگی دارد و خدا او را لنفسی از برای جان من او را آفریده. خدا می داند که من پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دشمن خیلی زیاد خواهم داشت. من پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مبعوث شوم در بین مردمی جاهل، بت پرست، مردم وحشی صفت، مردم دور از تمدن، مردم دور از انسانیت، مردمی که متخلق هستند به اخلاق وحشیگری و اخلاق جاهلیت، وقتی در بین اینها مبعوث بشوم و بگویم که خدایان شما اینها همگی باطل هستند و خدا نیستند، دینهای شما همگیش مندرآوردی، همگیش جعلی، همگیش دروغ هست. وقتی که من در بین همچنین مردم جاهل و وحشی صفت مبعوث بشوم و بگویم پدران شما همگیشان مشرک و از در نار جهنم هستند و خدای وحده لا شریک مرا فرستاده که از من اطاعت مو به مو بکنید و حرف مرا بشنوید و نماز برای پروردگار وحده لا شریک بخوانید و زکات ادا بکنید و اگر امر به جهاد کردم در برابر برادرانتان، پدرانتان، عموهایتان باید از من اطاعت بکنید، این مردم با من دشمنی بسیار شدید خواهند نمود، این مردم تشنه خون من خواهند بود، این مردم با من خیلی دشمنی خواهند نمود. و همچنین خداوند متعال می داند که چون من کریم هستم و من جواد هستم، عده ای از مردم به خاطر این که از کرم من و از جود من و از عطای من بهرمند شوند، از روی نفاق مسلمان می شوند و اینها در باطن با کفار، با اهل کتاب، با دشمنان من یکی هستند، به ظاهر مسلمان، به باطن کافر، و اینها هم از هیچ گونه دشمنی بر علیه من ابا نخواهند ورزید. پس دشمن بی حد و بی حساب، یاران مخلص و کار آمد خیلی کم یا ناچیز. پس به خاطر این خداوند متعال یک مردی را از برای من فرست آفریده، او رجلا لنفسی، که او از برای من هست. آن زمانی که همه مردم فرار بکنند در شدائد، در احوال، در سختی ها، آن زمانی که وحشت جنگ مردم میبینند که شمشیرها به هم میخورد و شمشیرها بر سپرها و زریح ها فرود میآید و آواز شمشیر به شمشیر اصابت کردن دل انسان های بزدل از منافقین را میلرزاند، و آن زمانی که دیدند که دست ها از بدن جدا میشود و پاها قلم می شود و گردنها از سینه ها جدا می شود، آن زمانی که این بزدلان منافق همگی فرار خواهند نمود، او مانند شیر ژیان، او مرد مردان هست، او رزماور رزماوران هست، او جنگجوی جنگجویان هست، او شاه مردان هست. خداوند متعال او را پشت و پناه من، خداوند متعال او را مشکل گشای من، خداوند متعال او را حلال مشکلات من، خداوند متعال او را برادر از جان عزیزتر من، خداوند متعال او را قوت بازوی من، پروردگار عالم او را زبان گویای من، پروردگار عالم او را به مثابه نفس من، او را برای من آفریده.
اگر یا ای وفد بنی صرح، اگر شما اطاعت نکنید، نماز نخوانید، زکات ندهید و از من اطاعت نکنید، لابعثن الیکم رجلا لنفسی، یک مردی را میفرستم که او مرد شاه مردان است، او رزماور رزماوران است، او را میفرستم، یقاتل مقاتلتکم، او مردان شما را همگی تک تنها همگی اونها را به جهنم واصل میکند، و یسبی ذراریکم، و بقیه شما را همگی تن را به اسیری و اسارت میگیرد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم انا، پروردگارا، یا خودم این کار را بکنم، او کنفسی، یا اون کسی که، او کنفسی، اون کسی که مانند جان من هست، اون کسی که مانند خود من هست، اون کسی که شبیه خود من هست، اون کسی که به منزله من هست، اون کسی که در مرتبه من هست، اون کسی که حامل جمیع صفات و فضائل من هست، اون کسی که حامل جمیع قوت و تأیید الهیه و سکینه و وقاری که خداوند تو به من دادی، او حامل آن است، او کنفسی، یا او را. ثم اخذ بيد سيد المسلمين يعصوب الدين ولي الاولين والاخرين امير المؤمنين اسد الله الغالب مطلوب كل طالب علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. دست مبارک شاه خیبر شکن امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام را گرفتند و فرمودند که ایشان هستند آن کسی که مانند من هستند، که نفسی، مانند جان من، مانند خود من هستند. دوستان عزیز بیننده، کلمه کاف دیروز من برای شما شرح دادم و بیان کردم، در زبان عربی به معنای بیان مماثلت و بیان مشابهت و بیان مساوات به کار می رود. کنفسی مانند من هست و مانند جان من هست و ایشان مثل من هست. خب این حدیث شریف بینندگان محترم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کلام را در مقامات متعدد بیان فرموده و این احادیث به اسانید صحیحه روایت شده و من بحث اسنادی آن را خدمت شما طرح می کنم و اثبات صحت حدیث می کنم و در جاهای دیگر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کلام معجز نظام را بیان فرموده اند، آنان را برای شما نشان می دهم. کتاب مصنف ابن ابی شیبه مجلد هفتم صفحه 499، حدیث سیوم. حدثنا شريك، بینندگان محترم، مصنف چی کسی هست؟ مصنف ابو بکر ابن ابی شیبه هست که خودش از رجال بخاری و رجال مسلم، بلکه استاد بخاری و استاد مسلم هست و در وثاقت او و در جلالت او و در اینکه او نزد جماعت عمریه در کمال مرتبه صدق می باشد هیچ گونه سؤالی نیست و هیچ گونه شک و ریبی نیست. او روایت میکند از کی؟ از شریک ابن عبدالله القاضی، که ایشان بخاری از ایشان در کتاب خود روایت کرده اما تعلیقا، و مسلم و روایت کرده در کتاب خود از ایشان. پس ایشان هم از رجال بخاری هست و هم از رجال مسلم هست، شریک ابن عبدالله. و این شریک ابن عبدالله القاضی همچنین از رجال کتب اربعه، از رجال ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجه می باشد. و ان هذا الرجل فی غایت الوثاقتی و فی غایت الجلاله. و بعد نیست دوستان عزیز بیننده، از برای اینکه صحت این سند ثابت بشود، ترجمه او را از کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی برای شما نشان بدهیم. سیر اعلام النبلا جزء ثامن طبع مؤسسه الرساله، در این کتاب بینندگان محترم ما، بله، صفحه 200 صفحه 200، شریک ابن عبد الله العلامه الحافظ القاضي ابو عبد الله النخعي احد الاعلام على لين ما في حديثه، بله، توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. بینندگان محترم، خب این
ترجمه ایشان بود در کتاب سیر اعلام النبلا، و گفته ذهبی گفته که بعضی از اعلام به مفارید آن احتجاج نکردن و توقف کردن، و حدیث از مفارید او نیست، همین طوری که ما برای شما نشان خواهیم داد. و این رجل از رجال بخاری هست و رجال مسلم هست، و بله این رجال بخاری و مسلم در باره آنها طعن غیر مسموع هست و غیر مقبول هست، و این بالاجماع نزد جماعت عمریه مطرح هست، و اگر کسی خواست در این مسئله با ما نقاش بکند من خدمتشان هستم. ایشان روایت میکند از کی؟ از شریک، حدیث سیوم، شریک روایت میکند از عیاش عامری، عیاش ابن عمرو العامری الکوفی. ایشان از رجال مسلم و نسائی هستند، از رجال مسلم و نسائی، و ایشان هم مورد توثیق هستند و در تهذیب الکمال و بقیه کتاب تهذیب الکمال مجلد 22 صفحه 560 توثیقات متعدده از برای ایشان روایت شده. ایشان روایت میکنند از عبدالله ابن شداد ابن الهاد اللیثی که کنیه ایشان ابو الولید هست، و ایشان هم از رجال بخاری و مسلم و از کتب اربعه هست، و در غایت وثاقت و در غایت محل جلالت نزد علمای عمریه و بکریه می باشد. لذا سند حدیث متصل و جمیع رجال آن بله از رجال بخاری و مسلم هستند. نهایت چیزی که هست این حدیث عبدالله ابن شداد از تابعین هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک نکرده، لذا اینجا اسم صحابی مذکور نیست که این صحابی که این حدیث را روایت کرده چه کسی هست. پس حدیث مرسل هست، بینندگان محترم من، پس حدیث مرسل هست. آیا این حدیثی که مرسل باشد در همچین مکانی و در همچین مقامی برای سبب ضعف حدیث هست؟ جواب آن این چنین است بینندگان محترم من، که اولا نزد جماعت عمریه مراسیل همگیشان ضعیف نیستند، مراسیل مانند احادیث صحیحه محکوم به احکام خمسه هستند، یا ضعیف هستند، یا حسن هستند، یا صحیح هستند، یا موضوع هستند، یا بله منکر هستند. حدیث مرسل معناش نیست که حتما باید ضعیف باشد. و بینندگان محترم بعد نیست که من برای شما قول ذهبی را در کتاب الموقظه برای شما نشان بدم. این کتاب الموقظه فی علم مصطلح الحديث للحافظ العلامه المحدث المؤرخ الذهبی که در دار البشائر الاسلامیه در بیروت چاپ شده. در این کتاب بینندگان محترم صفحه 38 اگر ما مراجعه بکنیم ایشان درباره حدیث مرسل صحبت میکند. المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من اسناده. حدیث مرسل حدیثی هست که ذکر صحابی از آن ساقط شده باشد. اگر در بقیه روات ساقط شده باشد، یکی از روات از تابعین و یا تابعی تابعین به آن منقطع میگویند. مرسل بعضی جاها مرسل به این که بقیه روات هم قطع شده باشد مرسل میگویند، اما عموما مرسل به روایتی میگویند که صحابی غیر مذکور باشد. منقطع به حدیثی میگویند که در بین حدیث بله به غیر صحابی دیگران غیر مذکور باشند. بعد ایشان میگوید و یقع فی المراسیل الانواع الخمسات الماضیه فمن صحاح المراسیل. میگوید مراسیل همون طوری که بقیه احادیث و احادیث متصل، بقیه احادیث محکوم به احکام خمسه هستن، یا ضعیف هست، یا موضوع هست، یا منکر هست، یا حسن هست، یا صحیح هست، مراسیل هم این پنج حکم را دارد، فلان 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 فلان، بله. و حدیث مرسل میتواند صحیح باشد. و بعد میگوید که فمن صحاح المراسیل، از احادیث صحیحه مرسله. و این را شما بدانید که بخاری در کتاب جامع صغیر خودش، همین کتابی که معروف است به صحیح بخاری، احادیث مراسیل دارد که ذکر صحابی در آن نیست، و من قبلا برای شما نشان دادم بینندگان محترم. بله
دوستان عزیز، مثلا این کتاب بخاری، صحیح بخاری، لمحمد بن اسماعیل البخاری، طبع دار احیاء التراث العربی، که در سال 1422 چاپ شده، صفحه 884 آن، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم، روایت 4845. حدثنا يسره ابن صفوان ابن جميل اللخمي، حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلك ابا بكر وعمر. ابن ابي مليكه گفت چنان 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 چنان، و ابن ابي مليكه از تابعين هست و از صحابه نیست، و چیزیانی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق افتاده بدون ذکر صحابی نقل میکند. بینندگان محترم، اینطوری نیست که اگر حدیث مرسل بود حتما ضعیفه. حدیث مرسل میتواند صحیح باشد یا غیر صحیح باشد. خب بعد از اینکه این مدعا ثابت شد، برگردیم به کلام ذهبی. ذهبی میگوید که ویقع فی المراسیل الانواع الخمسه الماضیه، فمن صحاح المراسیل، از مراسیل صحیحه، مرسل سعید بن مسیب، مرسل مسروق، مرسل سنابجی، مرسل قیس بن ابی حازم و نحو ذلك، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. میگوید که اگر مراسیل، ما باید ببینیم که مرسل چه کسی هست، چه کسی ارسال کرده، چه کسی صحابی را ذکر نکرد. اگر مرسل از کبار تابعین باشد، از تابعینی که از طبقه خیلی نزدیک به صحابه هستند باشد، این مراسیل اینها مورد قبول هست و مورد حجت هست. و اینجا دوستان عزیز، در این حدیثی که من برای شما نشان دادم، در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، اون کسی که ارسال کرده او کی بود؟ او عبدالله ابن شداد بود. و عبدالله ابن شداد از کدام طبقه هست بینندگان محترم؟ عبدالله ابن شداد، عذر میخوام، عبدالله ابن شداد را من نشان میدم، ایشان از تابعین خیلی کبار هستند. سیر اعلام النبلاء جزء ثالث، طبع مؤسسه الرساله، که در سال 1417 چاپ شده، در این کتاب دوستان علی، صفحه 488. عبدالله ابن شداد عین، یعنی رجال بخاری و مسلم و كتب أربعة حسن، حدث عن أبيه ومعاذ بن جبل وبالي. قال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، روى عن عمر وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعلي عليه السلام، وكان ثقة قليل الحديث شيعيا. بله دوستان عزیز بیننده، این صریحه که ایشان از طبقه اولای از تابعین مدینه هست، و ابن سعد این را گفته. و ابن سعد شما میدانید بینندگان محترم من، ابن سعد بصری او عالمی هست، خبره در طبقات، چون او اصلا خودش کتاب طبقاتش هم اسمش هم گذاشته طبقات، و در طبقات محدثین و روات از صحابه و تابعین اون را نقل کرده. خب بینندگان محترم، پس طبق قول ذهبی این مرسل حجت هست، و با احتجاجی که ذکر کردیم در اینجا بد نیست که کلامی که نووی دارد در باره مراسیل برای شما ذکر بکنیم. این دوستان عزیز بیننده، کتاب صحیح مسلم به شرح یحیی بن شرف النووی دمشقی هست، که جزء 11 آن، طبع دار الفکر، در سال 1429 چاپ شده. در اینجا بینندگان محترم من، بله، خدمت شما عرض بکنم که در باب ذکر صفحه 190، قال دار قطنی هادا عندی مرسل، حدیث کنم حدیث 1847. دار قطنی گفته این حدیث را که مسلم نقل کرده مرسل هست، لأن ابا سلام لم يسمع حذیفه، ابا سلام از حذیفه نشنیده، و هو کما قال دار قطنی، میگوید این حرف دار قدنی درسته، لكن المتن صحیح، متصل بالطریق الاول، میگوید ولكن متنش صحیحه، این حدیث با طریق دیگر که مرسل نیست و متصل هست، مسلم را نقل کرده، حدیث دوم را با طریق دیگر آورده، طریق دوم چیست؟ مرسل هست.
پس یک حدیث یک متن از دو طریق نقل شده، یک طریق متصل، یک طریق دوم مرسل. خب اگر اینطوری بود چطوره؟ میگوید و انما اتى مسلم بهذا متابعه كما ترى وقد قدمنا في الفصول وغيرها ان الحديث المرسل اذا روي من طريق اخر متصلا تبين به صحه المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المساله حديثان صحيحان. میگوید که میگه ما بیان کردیم و ثابت کردیم قبلا که اگر در یک مساله یک حدیث آمد مرسل، بعد همان حدیث از طریق دیگر آمده متصل، در این مسئله اون حدیث متصل صحت حدیث مرسل را ثابت میکند و در اون مسئله ما دو حدیث صحیح داریم. خب بینندگان محترم، وقتی که این شد، حدیث این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را نفس خود خوانده، اولا در قرآن کریم آمده و ثانیا از طرق دیگر، طرق صحیحه دیگر هم آمده که متصل هستند و اواس جمیع رجال آن ثقات هستند و در آن هیچ گونه ارسالی نیست. در همین کتاب مصنف ابن ابی شیبه، بینندگان عزیز من، المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبه جزء هفتم طبع دار الفکر چاپ سال 1429، بینندگان محترم من، صفحه 506، این صفحه 506 باب فضائل امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام، حدیث 74. حدثنا ابو الجواب عن یونس ابن ابی اسحاق عن زید ابن یفیع عن ابی ذر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لینتهین او لبعثن الیهم رجلا کنفسه فیمضی فیهم امری فیقتل المقاتله ویسب الذریه. فضائل من؟ فضائل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بینندگان محترم، در این باب روایت کرده با سند متصل، ابو الجواب از یونس ابن ابی اسحاق عن زید ابن یفیع، از کی؟ از ابی ذر غفاری رضوان الله علیه، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در حصر طائف، اون زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طائف را حصر کرده بودن و این حصر طولانی شد و این را برای در احادیث دیگر هم می آید تأیید حرف ما، در فرمودن که اینها یا تسلیم می شوند و حرف را گوش می کنند، لینتهین، اینها پایان می دهند به این مقاومت خود، او لابعثن الیهم، یا می فرستن به سوی اینها رجلا کنفسی، مردی که او مانند من هست، مردی آن شاه مردان سلام الله علیه که او مانند من هست، مثل من هست، فیمضی فیهم امری، پس درباره اینها امر من را اجرا می کند، فیقتل المقاتله و یسب الذریه، جنگجویان او را می کشد و بقیه اینها را اونها را به اسیری می گیرد. دوستان عزیز بیننده، این حدیث هم صحیح است، یعنی جمیع رجال آن ثقات هستند و سند آن هم متصل هست. بینندگان محترم من، ابو الجواب کیست؟ هو اسمش هست الاحوص ابن الجواب الكوفي، الاحوص ابن الجواب الكوفي، و ای از رجال خودش از رجال مسلم هست و از رجال نسائی ابو داود و ترمذی. بخاری از او روایت نکرده، اما مسلم و بقیه از او روایت کرده اند، لذا رجال مسلم همیشه در غایت وثاقت هستند نزد جماعت عمریه و جناب ذهبی هم او را توثیق کرده، ده تهذیب الکمال جلد 2 صفحه 288، یا من تکل ما فیه و هو ثقه صفحه 40، اونجا توثیقش آمده. ایشان روایت میکند از یونس ابن ابی اسحاق، یونس ابن ابی اسحاق از رجال مسلم و رجال ترمذی و ابو داود و ابن ماجه و النسائی، رجال این چهارتا هستند و در کمال جلالت و وثاقت، یونس ابن ابی اسحاق، بله، در سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 26 توثیق ایشان آمده. ایشان روایت میکند، بله، از یزید ابن یفیع، یزید ابن یفیع دوستان عزیز بیننده، ایشان از رجال ترمذی و نسائی هستند و ثقه هستند و در ایشان هیچ گونه تعنی نیست و در تقریب التهذیب ابن حجر بله صفحه 356 ترجمه 2173 اونجا ذکر کرده توثیق ایشان را، و ایشان روایت کرده از ابو ذر غفاری،
و ابو ذر غفاری که از اصحاب هستند. پس روایت صحیح دوستان عزیز و اغلب رجال آن از رجال بخاری و رجال مسلم هست، الا یزید بن یفیع که از رجال مسلم نیست اما از رجال ترمذی و غیر آن هست و توثیقش هم موجوده. خب بینندگان عزیز من، پس این حدیث از طریق دیگر که متصل هست برای شما نشان دادم، پس در این هم خودش صحت خودش ثابت هست و هم اون مرسل که مرسل اون مرسلم به نفسه صحیح بود، ولیکن تقویت بیشتر و تأکید بیشتر از برای شهادت بر صحت آن. بینندگان محترم من، خب این در اینجا باز جناب ابن ابی شیبه در جای دیگر این حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و سند آن هم صحیح است. این کتاب مصنف ابن ابی شیبه فی الاحادیث والآثار جزء ثامن که در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده، مجلد هشتم این کتاب در سال 1429 دارالفکر بیروت. دوستان عزیز بیننده اینجا ملاحظه بفرمایید، صفحه 543 صفحه 543 و ما ذکروا فی الطائف کتاب المغازی، کتاب مغازی مصنف ابن ابی شیبه، باب ما ذکروا فی الطائف، در طائف چی اتفاق افتاد. بعد از فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به سوی طائف. حدثنا عبید الله ابن موسی عن طلحه ابن جابر عن المطلب ابن عبد الله عن مصعب ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عوف. بینندگان محترم من، حدیث سندش متصل و جمیع رجال آن ثقات و سند آن منتهی میشد به عبد الرحمن ابن عوف. لما افتتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکته انصرف الى الطائف. بعد از فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی طائف تشریف بردن. فحاصرهم 19 او 18 فلم يفتتحها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 19 یا 18 روز اونها را محاصره کردند ولكن فتح نشد. ثم ارتحل روحة او غدوة. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز صبحی بود یا عصری بود گوشه ای رفتن. فنزل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پایین شدن. ثم قال ایها الناس، فرمودن ای مردم، اینی فرط لکم، مردم اینی فرط لکم، فرط دوستان عزیز کسی که قبل از دیگران به منزل مقصود برسد. مثلا شما یک کسی را جلوتر میفرستید که به اون منزلگاه شما برسد، او فرط است. من قبل از شما بر روز قیامت اونجا حاضر خواهم شد، یعنی من قبل از شما میمیرم و قبل از شما در اونجا محشور میشوم و هستم، من قبل از شما میرسم بر حوض کوثر. فاوصیکم بعترتی خیرا، من قبل از شما از این دنیا میروم، پس من وصیت میکنم عترت من اهل بیت من علیهم الصلاة والسلام را و سفارش میکنم که نسبت به آنها بله خیر انجام بدهید. و ان موعدکم الحوض، و موعد ما جایگاه دیدار ما حوض کوثر هست. والذی نفسی بیده، قسم به پروردگار عالم، لیقیمن الصلاة ولیؤتن الزکاة، قسم به پروردگار عالم که این اهل طائف نماز میخوانند بخوانند باید و زکات باید بدهند، اگر این کار را نکنند او لابعثن الیهم رجلا منی او کنفسی، اگر این کار را نکردند من به سوی اینها میفرستم یک مردی که او از من هست یا مثل من هست. رجلا منی او کنفسی، یک کسی که از من هست یا او مثل من هست، شبیه من هست، عین من هست، مماثل من هست، شبیه من هست، مساوی من هست، همانند من هست، هم مرتبه من هست، هم منزلت من هست، بله حامل صفات و حامل خصال طیبه و جمیله من هست، میفرستم ایشان را. فلیضربن اعناق مقاتلتهم، ایشان اگر بروند بر اهل طائف تمام جنگجویان آنها را به تنهایی گردن آنها را خواهد زد. وَلَيَسْبِيَنَّ ذَرَارِيهِمْ، و بقیه آنها را همگیشان را به اسارت می گیرد. قال فرأى الناس انه ابو بکر او عمر، بله منافقین اونجا دلشان خوش که شاید ابو بکر و عمر را بگیرد که ایشان را میفرسته، اینا اینقدر جر بله این فضیلت را دارن. فأخذ بيد علي عليه السلام فقال هذا، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست مبارک شاه خیبر گشا امیر المؤمنین علیه السلام را گرفتن و فرمودن که ایشان هستند، ایشان هستند.
خب بینندگان محترم، من این حدیث با سند دیگر در مقام دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم در طائف، یعنی در اواخر عمرشان، رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم مکرر این حرف را میگفتند که امیرالمؤمنین علیه السلام مثل من هستند. زیاد فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را بیان میکردند، آنچی که در حدیث در غدیر خم گفتند، خطبه غرا، خطبه طولانی، همش مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام و مناقب عترت طاهره سلام الله علیهم اجمعین. از جمله مناقبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیاد ادا می فرموده اند در اواخر عمر شریفشان، بله این بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام مثل من هستند، امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام به منزله من هستند، امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام همانند من هستند، امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام مساوی من، شبیه من، مماثل من، عین من، جان شیرین من، روح من، نفس من، زندگی من هستند. خب بینندگان محترم من، این سند این روایت چطوره؟ عبید الله ابن موسی العبسی، بینندگان عزیز، ایشان از خدمت شما عرض بکنم که الان من عبید الله ابن موسی العبسی بعد نیست که من از کتاب سیر اعلام النبلا برای شما نشان دادم که ایشان چیکار هست. این سیر اعلام النبلا ذهبی جزء تاسع هفت نهم، در اینجا بینندگان محترم صفحه 553 اگر مراجعه بکنید اونجا گفته این مرد چیکاره بوده. عبید الله ابن موسی ابن ابی المختار بادام الحافظ العابد عین، عین دوستان عزیز بیننده رمز ذهبی هست، یعنی از رجال بخاری هست و مسلم هست و ابن ماجه و ترمذی و ابو داود و النسائی، یعنی این مسانید سته همگیش از این مردک روایت کردن. عبید الله ابن موسی الحافظ العابد ابو محمد العبسی بلی به موحده مولاهم الكوفی اول من صنف المصنف على ترتیب الصحابه. خب بینندگان محترم، بعد از این تصریح ذهبی در توثیق اون لازم نیست که من بقیه کلام ذهبی را درباره او بخوانم. ایشان از کی روایت کرده؟ ایشان روایت کرده از طلحه ابن جبر. طلحه ابن جبر دوستان عزیز بیننده، ایشان هم از ثقات هستند و نزد جماعت عمریه مورد قبول هستند. این تقریب التهذیب حافظ ابن حجر عسقلانی طبع دار العاصمه، در اینجا دوستان عزیز صفحه 118 اگر ما مراجعه بکنیم هم دوستان عزیز، این صفحه اشتباه شده است پیش ما. میزان الاعتدال برای شما نشان میدم دوستان عزیز، طلحه ابن جبر در میزان الاعتدال، این میزان الاعتدال، میزان الاعتدال ذهبی مجلد ثانی، در اینجا دوستان عزیز صفحه 338 طلحة ابن جابر بلي وهاه الجوزجاني فقال غير ثقة وقال يحيى لا شيء وقاله قال مرة ثقة. طلحة ابن جابر الجوزجاني قفتك إيشان چي هست؟ إيشان غير ثقة هست. يحيى قفتك يحيى ابن معين قفتك ثقة نيست، ويكبرم يحيى ابن معين قفتك ثقة هست. خب جوزجاني كيس دوستان عزيز؟ جوزجاني إبراهيم جوزجاني هست، إبراهيم جوزجاني. ایشان از نواسب بوده بینندگان عزیز من، بله از نواسب بوده و در تقریب التهذیب این مطلب را گفته و ناصبی که دشمن امیر المؤمنین علیه السلام باشه، او جرح او غیر مسموع هست و قابل قبول نیست. این تقریب التهذیب حافظ ابن حجر دوستان از اینجا صفحه 118 اگر بریم ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی را میبینید، ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة حافظ رمية بالنصب، بل متهم بالناصبي بودن بوده.
خب دوستان عزیز من، اونا ملاحظه فرمودید، ایشان از کی روایت کرده؟ ایشان از مطلب ابن عبدالله، از مطلب ابن عبدالله. مطلب ابن عبدالله کیه دوستان عزیز؟ مطلب ابن عبدالله ابن حنطب قرشی، توثیق ایشان در سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 317 موجوده. و ایشان روایت میکند از مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف. مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف در ثقات ابن حبان مذکور هست و طبقات کبرا جلد 5 صفحه 157 ایشان اونجا توثیق شده. و ایشان از پدر خودش، بله، عبدالرحمن ابن عوف که ایشان از عشره مبشره هست، روایت کرده. لذا این سند، این حدیث به چندین سند روایت شده و این حدیث سند اینجا هم درسته. حالا به اسانید دیگر هم ذکر شده، بینندگان عزیز من وقتی ندارم اونها را بخوانم و خدمت شما به عرض برسانم، پس به همین مقدار من فعلا در این جلسه اکتفا میکنم، چون الان میخوام تلفن های شما عزیزان را جواب بدهم که امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هم در قرآن کریم نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم صریحا در احادیث صحیحه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفس و جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده. و این مساوات امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث خیلی زیاد آمده، مانند حدیث حربک انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، یا حدیث شریف من احبک فقد احبنی و من ابغضک فقد ابغضنی، یا حدیث شریف من اطاعك فقد اطاعني ومن عصاك فقد عصاني، یا حدیث شریف وعدوك یا علی وعدوك عدوی، دشمن شما دشمن من هست، من عاضا علیا فقد آذانی، من سب علیا فقد سبنی. در این احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام را دشمن بدارد مرا دشمن داشته، هر کسی که با امیر المؤمنین علیه السلام بجنگد با من جنگیده، هر کسی که با امیر المؤمنین علیه السلام خوب باشد با من خوب بوده، هر کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام را آزار بدهد مرا آزار داده، دشمن امیر المؤمنین علیه السلام دشمن من هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که هر کسی که به امیر المؤمنین اصلا فاش بدهد به من فاش داده. در جای دیگر می فرماید الحق مع علی و علی مع الحق یدور معه حیث ما دار، حق با امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین اصلا با حقه و هر طرفی که امیر المؤمنین علیه السلام بگردد حق تابع ایشان می گردد. القرآن مع علی و علی مع القرآن لن یفترق حتی یرد علی الحوض، قرآن با امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و امیر المؤمنین علیه السلام با قرآن هست و هیچ وقت از هم دیگر جدایی ندارد. خب اینها مساوات با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینا وقتی که جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام مثل پیغمبره، شبیه پیغمبره، در منزلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که اطاعت امیرالمؤمنین علیه السلام اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد و معصیت او معصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، یعنی یک عینیت کاملا واضح و روشن، این که امیر المؤمنین علیه السلام مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، یک مماثلت و مشابهت و مساوات در مراتب کاملا واضح و روشن از این احادیث شریفه. عذیت ایشان عذیت ایشان باشد. حق همون طوری که با از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جدایی نداشت، از امیر المؤمنین علیه السلام جدایی نداشته باشد. خب بینندگان محترم من، اینها خیلی واضح و روشن در این احادیث شریفه. حالا سخنرانی من پایان یافت. من این برنامه ها، بله، کمی وقتش مختصره، 2 ساعت، لذا من نمیخوام که بیش تو سخنرانی خود را طولانی بسازم. فرصت میدهم به شما عزیزان، کسانی که میخوان اظهار نظر بکنن، کسانی که میخوان سوال بکنن یا انتقاد بکنن، من خدمت شما بینندگان محترم هستم، چه از شیعیان عزیز و چه از جماعت عمریه و چه از جماعت بله دجالیه، من خدمت شما هستم. کسانی که سوال دارن و فرمایشی دارن بفرماین. حالا تلفن‌ها رو یکی یکی جواب میدم. سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. سلام آقای اللهیاری. بله اللهیاری هستم، بفرمایید. آقای اللهیاری خسته نباشید. سلامت باشین. می‌خواستم بهتون بگم که بعد از رحلت پیامبر سلام الله علیه صلی الله علیه و آله، حضرت علی علیه السلام چه کاری کرد در مقابل ابوبکر و عمر؟ در برابر ابوبکر و عمر یار و یاور نداشت امیرالمؤمنین علیه السلام، و الا فرمودن سخنرانی های زیاد کردن.
سخنانیاشن موجوده. خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که اگر من یار و یاور داشتم من شمشیر میکشیدم و این پسر زن مگسخوره را، پسر زن مگسخور یعنی ابوبکر را، من از حکومت زائل میکردم و از حکومت برکنار میکردم. در جماعت دجالیه معروف کردن و مشهور کردن که امیر المؤمنین علیه السلام مشاور ابو بکر عمر بود. امیر المؤمنین علیه السلام به خاطر اسلام بلی سکوت کرد و با ابو بکر عمر همکاری میکرد. این کلام کاملا دروغه و تهمت به امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام بله در سخنرانی های خودشان، مثلا در خطبه طالوتیه، امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند که اگر من یار و یاور داشتم این را از قیام می کردم و او را از حکومت پایین می آوردم. بله فرمایش داشتین شما. آقای اندازیاری من مقصودم این بود که حضرت علی علیه السلام در مقابل ابوبکر عمر بیشرف سکوت اختیار کردن، سکوت نکردن، میگم سخنرانی کردن، حرف زدن. حضرت زهرا سلام الله علیها را گوش کن، نه قیام، قیام در مقابل سکوت نیست برادر من، قیام در مقابل قعوده. سکوت یعنی حرف نزنند، حجت و احتجاج نکنند، این تهمته. حالا من این خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام را برای شما بخوانم. خطبه طالوتیه امیر امین الان گفت جان آقای هلد، یعنی من میگم ایشون قیام نکردن علیهشون، نرفتن بگن حق منه، در حالی که همه مسلمان رو میدوستن. خب این تهمت، این دروغ میزنی چون که نگفته. حالا صبر کن من بهت میگم که ببین یکی میگه قیام نکرده این درسته، اما این که بگه حق من نیست، نگفته که حق من، این تهمت به امیر المؤمنین علیه السلام. این نه کتاب نه. شریف روزه کافی گوش کن. بله شما که اساس کارتان بر دروغ بستن و دشمنی با ائمه علیهم السلام، شما جماعت دجالیه که اصل کار شما، من که اصلا ثابت کردم ولایت فقیه اصلا کفره، شما که اگر تهمت دو دروغ به ائمه علیهم السلام نبندید کی ببنده؟ بله این کتاب روزه کافی دوستان عزیز، روزه کافی نوشته مرحوم کلینی مجلد هشتم، خطبه طالوتیه، امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه می فرماید ایها الامه التي خدعت فانخدعت وعرفت خدیعه من خدعها. این را 5 روز 6 روز بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد ادا کرده. ای امتی که فریب خوردید و فریب را قبول کردید و عرفت خدیعه من خدعها، و فهمیدید که فریب خوردید بازم فریب را قبول کردید، فهمیدید که فریب خوردید، ابوبکر خلیفه نیست و بازم این فریب را با جان دل پذیرفتید، فأصرت على ما عرفت واتبعت أهواها فبرعمون کار خودتان شما که فریب خوردگی باشد، بله با این که فهمیدید که فریب خورده اید ادامه پیدا کردید و کارتان را ادامه دادید. در جمله این کلمات کیشان می فرماید که امیر والذي فلق الحب وبرع النسمة لقد علمتم أني صاحبكم والذي به أمرتم وأني عالمكم والذي بعلمه نجاتكم ووصي نبيكم. قسم به آن خدایی که دانه را آفریده و مردم را خلق کرده، میدانید که من امام شما هستم و کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امر کرده که از او اطاعت کنید من هستم و من عالم شما هستم و من اون کسی هستم که به علم من نجات شما است و وصی نبيكم و من وصی نبی شما هستم و خيرة ربكم و من اون کسی هستم که خدا او را انتخاب کرده و خدا او را خلیفه ساخته و لسان نورکم زبان نور من هستم و العالم بما یصلحکم عالم من. شما میگه امیر المؤمنین علیه السلام سکوت کرده، این سکوته؟ میگه نگفته که حق منه، چرا دروغ میبندی؟ بعد امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو 30 من الشهر. از مسجد خارج شد اونجا نگاه کرد یک گله گوسفنده، 30 تا گوسفند بود پوش. فرمود ولو ان رجال لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشيا، اگر من مردانی داشتم که ناصح بودن یعنی خیرخواه بودن مخلص بودن از برای خدا و رسول صلی الله علیه و سلم بعدد این 30 گوسفندان، لازلت ابن آكله الذبان عن ملكه، پسر زن مدسخوره یعنی ابوبکر را از حکومتش پایین می آوردم. بله این خطبه امیر المؤمنین علیه السلام در حکومت ابی بکر در مدینه. بگو دیا چی میگه؟ قطع کردی فرار کردی؟ عجب مردم دروغگوی، عجب علمای دروغگوی جماعت دجاله. با این مردم مشهور کردن امیر المؤمنین علیه السلام سکوت کرد، مشاور ابو بکر شد، مشاور عمر شد، مشوره میداد که شما این کار را بکنید این کار را بکنید، پس شما هم سکوت بکنید. چرا دروغ میزنید؟ امیر المؤمنین علیه السلام سخنرانی هاش موجوده، نه یکی، خیلی حرفای امیر المؤمنین علیه السلام
میخواست اصلا بر علیه ابوبکر قیام بکنه، از مردم طلب نصرت کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها را با خودش میبرد با امام حسن و امام حسین علیه السلام خانه خانه مهاجر و انصار که بیایید بیعت غدیر را که بیعت کردید وفا بکنید، بیایید جهاد بکنید بر علیه این کفار. اونا قبول نکردن، کسی یاری نکرد، کسی همکاری نکرد. شما آمدید دروغ میبندید که امیرالمومنین علیه السلام سکوت کرد، خجالت بکشید. در بله شب 13 رجب آمدید به امیرالمومنین علیه السلام دروغ میبندید. جماعت دجالیه، جماعت دجالیه شب 13 رجب به امیرالمومنین علیه السلام دروغ میبندید، چون اساس انقلاب شما کفر و دروغ و الحاده. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر حضرت حجت الحسن عسکری و شمشیر بارانش جناب آقای علایی عزیز. زنده باشید سرور من، خدا خیرتون بده. آقای علایی، اول اینکه بگم که حالا شاید وقت شما رو بگیرم ولی خراره برای شما دارم. اول اینکه سایت شما فیلتر شده و دیگه جواب نمیده متاسفانه. بعد داخل حوزه علمی نشریاتی پخش میکنم بین همینایی که به قول معروف درسای حوزوی رو فرا میگیرن، اسم شبکه‌های وهابی مثل کلمه، مثل نور و حالا شبکه‌های دیگر رو پخش میکنن تمام با اسم اسامی صاحب‌های اونا و موجی‌های اونا، و متاسفانه جای یکی از اون شبکه‌های وهابی اینا عکس شما رو چسبوندن. یعنی من با یکی از این همین شاگردای حضرت اینجا بحث کردم، بعد عکس شما رو بهششون دادم گفتم ببین آرم این شبکه شبکه اهل بیته، ولی اسم شبکه‌ای که زدن چیزی دیگه است. میگفت نه بابا این بالاش نمیشه دشمن اهل بیت. گفتم عزیز من شما اشتباه میکنید، برید تحقیق کنید، یه شب برنامه آقا رو ببینید تا متوجه بشید. متاسفانه به این شرط تمام لبای شمشیر رو طرف شما گرفتن. بله. بعد در بحثی که با آقای حسینی پیش اومد، تصویر شما رو با اون برنامه شده نه که تصویر شما رو بریده بود، هر جا دلش میخواد سخنرانی شما رو میشستوندن، اصلا موضوع سخنرانی چیزی دیگه بود، اینا چیزی دیگه نشون میدادن. من دور از اون شما از آقای ملازاده وهابی دور از اون کافرترین که تصویر اون رو کاملشون میدن ولی تصویر شما رو شرطنجیشون میدادن. این جای بحث داره، ولی این هم هست شبکه ولایت اگر مردانگی دارین خب تمام مناظره رو کامل پخش میکردین، شما بریده بریده نشون دادین. بعد برنامه های ما شما قبلا میگفتین اینا برنامه های من رو قبلا نگاه میکنن، من باور نمیکردم، ولی وقتی دیدم برنامه های چند وقت پیش شما رو هم ضبط شده شده داشتن نشون میدادن، دیدم اینا برنامه های شما رو هم نگاه میکنن ولی جوابی برای سوال شما ندارن. درست. مشکل اینجاست که اینا با تمام وجود تمام قلب راجع به جریان وایسادن. درسته، خدا خیلی بعد به قول معروف ما با اینکه با پای منبر شما بودیم، شاید بعد از 20 سال مطالعه تو این چند سال گذشته به اندازه اون 20 سال ما درد یاد گرفتیم. خدا خیلی ما راجع به کلمه امام هم با اینا بحث داریم. بله درسته. اینا کلمه مثلا کلمه امام جماعت، کلمه امام جماعت یک واژه دو حرفیه. امام جماعت فقط برای همون نقطه برون چند نفر اطلاق میشه. من میتونم صبح امام جماعت یک جمع باشم، زور میتونه یکی دیگه باشه و کارایی دیگه نداره. امام جماعته، امام خوشی خالی نیست. ما بحث ما سر همون کلمه امام تنهاست. درسته، بله. بعد اینا میمیسن تو نماز جماعت میمیسن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. خب بس سر همینه. بعد اگه این ولایت رسول الله است، اگه قرار به قول معروف تمام مقاماتی رو که رسول الله داره صلی الله علیه و سلم اینا نداشته باشن، پس چه دلیلی داره اونجا می‌نویسن؟ درسته. آره شما سخنرانی آقای نقویان هست تو یوتیوب هست. بله. که می‌نویسه راجع به برعطاری صحبت کرده و همین دلیل باعث شد اصلا سرچش کنیم سخنرانی نقویان و دلیل هستش از روسیما. اینو بذاریم پخش کنیم تا مردم واقعا متوجه بشن که علمای داخل ایران هستن که با اینا مشکل دارن. بله. یا مثلا آقای ابوالقاسمی مثلا مولاتر از بقیه است. واقعا از این مولوی قزوینی خیلی بیشتر حادیشه. بله. ولی آقای ابوالقاسمی روز محشر وقتی تو میگی وزن شبکه ما از وزن شبکه اهل بیت بیشتره، شاید از لحاظ تجهیزات فیلم برداری و ضبط و اینا وزن شما بیشتر باشه، ولی اون کسی که دلیل ملاک هست و اینو میسنجه میذاره رو ترازو پروردگار عالم، نه شما. شما نمیتونین بیاین قیاس کنین بیاین مردم بگین وزن ما بیشتر از اینه. اینو باید خدای عالم بگه، باید امام زمان بگه. خدا خیر. میخوام آخه حرفای واقعا خیلی رو دلم اومد. چند شب ما همیشه تماس میگرفتن، نوبت هم میشد، شاید هم تموم میشد. اینا میخوان با اتحادیه با عمریه بکنن. خب میشه عمریه حرف اینا رو قبول بکنه و اینا هیچ حرفی از عمریه قبول نکنن؟ مگه عمریه زیر بار میان؟ وقتی میگن شما بیا امام ما رو دوست داشته باشین، قاعدتا عمریه هم اینا فشار میاریم که شما باید امام ما رو دوست داشته باشین. بله. یعنی این شبکه دجالی و بی دینه ولایت فقیه نمیدونه که وقتی با اینا کنار بیاد باید چیزهایی رو از اینا قبول کنه.
درسته. آقای علایی وقتی میگن یک حدیث شرعی بیارین، نمیگه آقا امام عمه معصوم با قیام زید راضی بودن، میگه آقا عمه فرمایش کرده آقا زید هر قیام داشت، آیا زید تو برو قیام کن. منظورش این کلمه است. شما چند وقتی دارین لقمه دو سر خودتون میچرخونین، میدونین هم، ولی باز هم زیر بار نمیرین. آقای علایی داخل کتاب من لایحه رفقی جلد اولش هست که میفرماد امام معصوم فرمایش میکنه اگه کسی بگه من امیرالمومنین رو دوست دارم ولی با دشمناش هم کار دارم، این دین مذهب شیعه و سنی رو با هم آمیخته کرده، این در حقیقت دروغ میوه و نفاق داره، این کافره. درسته. حتی نماز خوندن پشت سری شخص مشکل داره. بله. آیا اون رهبر شما که میاد و هیچ گونه ادم دلیل مخالفتی نداره با دشمنای اهل بیت، آیا میشه بین گفت مسلمان؟ آیا با اون حدیث امام میخونه؟ درست میفهمید. آه عمقی نداریم اما زنده باشین، خدا خیرتون رو برادر عزیز. آره فقط یه چیزی بگم، من از طرف شما تمام سایت های اینترنتی که علیه شما دارم بحث میکنم، من براشون ایمیل میفرستم و دعوتشون میکنم به مناظره، جواب سوالاشون رو میدم یا به هر طریقی شده تحریکشون میکنم که به شما زنگ بزنن. شما همین لطف بکنید، حداقل جلوی چشم همه باز مثل سالهای گذشته که کار میکردین، علمای شیعه کسایی رو که میشناسین تماس بگیرین تا اون وقت حق و باطل معلوم بشه. چشم، من خدمت حتما این کار رو میکنم. زنده باشید برادر من. سلامت باشید. خدا حافظ شما. سلامت باشید. بخیرتون باشید. عزت زیاد. و بله برادر بزرگوار من، اینا گفتید سایت را فیلتر کردم. من از بینندگان عزیزی که داخل ایران هستن خواهش میکنم شما یک همکاری بکنید. خیلی از شما میخواید کمک بکنید، کمک مالی بکنید، یا پول ندارید یا براتون سخته که کمک بکنید چون اونجا میترسید از دولت. شما دوستان عزیز محبت بکنید، برنامه های این حقیر را ضبط بکنید روی سی دی و روی هارد یا روی وسائل دیگر که موجوده دست شما و این را به رفقایتان توزیع بکنید. من این را نمیگم به خاطر اینکه مرا مشهور بسازید، علتش این نیست. حقیقتش اینه که برنامه هایی که من تقدیم میکنم، چون هایی که در برابر عمری و عمریه هست و در برابر سلفی ها هست و جواب شبهات و سوالاتون هست و چه در برابر جماعت دجالیه، این برنامه ها یعنی مثل و نظیر آن کمه. بله در بین سخنرانان شیعه کم بوده، کم گفته شده و مطالب خیلی ناب در این برنامه بیان می شود و این را شما یقین بدارید که علمای بزرگ برای استفاده از این برنامه ها را نگاه می کنند. علمای بزرگی که رساله چاپ کردن و رساله دارن و اونو مقلد دارن، برنامه های ما را نگاه می کنند. بینندگان محترم و با ما در تماس هستن، اینطوری هم نیست که در تماس نباشن، با ما در تماس هم هستن. خب مهم اینه بینندگان محترم من که شما این برنامه ها را توزیع بکنید. این برنامه ها نور اهل بیت علیهم السلام را در قلب های شما قوی می سازن و اون عده مردمی که ماهواره ندارند یا با این شبکه آشکارا نیستن و خیلی مذهبی ها در ایران اینطوری هستن که ماهواره ندارن، میگن ماهواره بچهای ما را خراب میکنن، شما به اونها بدهید این سی دی ها را که اینها گوش بکنن، استفاده بکنن و مطالبی را که شبهاتی که در ذهن اینها ایجاد شده یا مطالبی که بقیه علما بیان نمیکنن اینها بدانن. و مطلب دوم دیگر که باید شما این کار را بکنید این است، بینندگان محترم، امروز جماعت دجال یک دین و ایمان مردم را گروگان گرفته، دلتان را به حال مذهبتان بسوزانید. این مذهبی که به شما رسیده، این کشور ایران که الان امروز اغلبیت شیعه هست، این جماعت دجالیه به سوی دیگر این را میبره. و من عرض کردم خدمت شما خطر دجالیه در شرایط فعلی برای شیعیان از خطر وهابی و سلفی و بقیه اسرائیل از امریکا از همه بیشتر و شدیدتره و جدیتره و اینها دین و ایمان مردم و عقاید مردم رو میخوان عوض بکنن و عوض کرده اند افکار مردم را، دین مردم را و عقاید مردم را. و اینها در دراز مدت 50 سال دیگر، 70 سال دیگر، 80 سال دیگر چه کارهایی بخوان انجام بدن و بکنن، الله اعلم که اینا مردم را چقدر منحرف خواهند نمود. وقتی که انحراف شروع می شود، اول انحراف تشخیص دادن آن از حق خیلی کمه. یعنی شما اگر حکومت ابوبکر را ملاحظه بکنید، انحرافات علنی در زمان ابوبکر و عمر اینقدر نبود که در زمان معاویه و در زمان مروان و در زمان حجاج ابن یوسف بود. بعد از 100 سال یا بعد از حجاج ابن یوسف 70 سال بعد از ابوبکر و عمر بود. بعد از 70 سال 60 سال دیگر انحرافات خیلی زیاد شده بود. شیعیان را همه جا میگفتن بیا یا امیرالمومنین علی السلام را فحش بده یا تو را میکشیم. اینطوری بود. شیعیان را میکشتن، کسی که فحش نمیداد به امیرالمومنین علی السلام کشته میشد. 50 سال بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، 40 سال بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اما در اول اینچنین نبود
و انحراف ها خیلی زیاد شد، بدعت ها به مرور زمان خیلی زیاد شد. بینندگان محترم، جماعت دجالیه اینها به خاطر دنیای خودشان، دین ما در دست اینها یک از ابزار هست، یک وسیله هست که اینها به دنیای خود برسند، اینها حکومتشان دوام بیاورد، اینها قدرتشان بیشتر بشود، کسی نتواند بر اینها اعتراض بکند. این دین یک ابزاری هست در دست اینها، با این دین بتوانند مخالفین خود را سرکوب بکنند، یک عده را خاموش بکنند. بینندگان محترم، عقاید شیعه را عوض میکنند، در تمام مدارس دست اینها، حوزه های علمیه دست اینها، طبقه بعدی مرجعیت همگی از این جماعت. لذا شما وظیفه دارید دلتان را به حال دینتان بسوزانید. مباحثی که من در ولایت فقیه بیان میکنم، مباحثی که من در اصل انقلاب بیان، اینا را سی دی بسازید پخش بکنید، هر کدامی شما به 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر به قدر توانتان پخش بکنید. و آن کسانی که این شبکه را نگاه نمی کنند با اونها توصیه بکنید، بگید شبکه اهل بیت علیهم السلام را ببینید، نگاه بکنید، بنویسید روی کارت این بله فرکانس است، این رو حتما نگاه بکنید. این بله این چه کار میشه؟ وظیفه ای که ما داریم دوستان عزیز قیام بر علیه حکومت ایران نیست، من گفتم برای شما، اما اینکه آسا انحراف های اینها، بدعت های اینها را جلوگیری بکنیم که مردم بدانند اینها ضرر خود را به دین رساندن و این ضرر بیشتر می شود روز به روز و در آینده شدیدتر خواهد شد. این کم بشود، ما به حد توان، چون اینها تمام رسانه ها دست اینها است، منبر ها دست اینها است، مرجعیت ها دست اینها است، حوزه ها دست جماعت دجالیه است، علماء سنتی از ترس خاموش هستند و عددشان هم داره روز به روز کمتر می شود. شما این را خوب می دانید. بینندگان محترم، اینه که شما بله ما نمیتونیم که من خودم میگویم، من فکر میکنم که تلاش ما شیعیان خیلی ناچیزه در برابر قدرت جماعت دجالیه، قدرت اونها خیلی بیشتره و اونها بله ضربه خیلی شدید و کاری به این مذهب حقه وارد خواهند نمود، همونطوری که ابوبکر عمر به دین اسلام وارد کردن، بنی عباس وارد کردن. اما ما کاری که میتونیم این ضرر اینها را کمتر بسازیم، کمتر مردم را اینا بیدین بسازن، کمتر مردم را اینها متنفر از اهل بیت علیه السلام بسازن، کمتر جوانان ما بله بدکاری های اینها را به حساب دین بیندازن. خب این را بله شما این وظیفه ما و شماست که این را نشر بدیم و برای مردم بگوییم. بله در حوزه های علمی طلاب را باید روشن بسازید. این سخنرانی های من بله حرفای من، مثلا اون مناظره که با حسینی داشتم، امثال آن را شما با اونها برسانید و با اونها بگویید و بین مردم توضیح بکنید این مناظره ها را، خدا خیرتان بدهد. در حوزه های علمی هم همچنین طلاب را بگویید این شبکه را حتما نگاه بکنند و ببینند، حداقل بفهمند که من میگویم که بله ولایت فقیه باطله، دلیل من چیه؟ حالا دلیل من شاید باطله نزد اونها، یاد بگیرند حرف ما چیست. دوستان عزیز، این خدمت به خاطر مذهب، به خاطر دین این کار را بکنید. خدا خیر بده شما را برادر.